این فیلسوف و صوفی یکی از جنجالی‌ترین شخصیت‌های تاریخ ایرانه، به طوری که هر حکومتی که در ایران حکمرانی می‌کرده سعی کرده که پیشگویی‌های اون در مجموعه شعرهایش رو به نفع خودش مصادره کنه و حتی در بسیاری از آثار او دخل و تصرف انجام بده. اما ما در این ویدیو پیشگویی‌های این صوفی بزرگ رو بدون سانسور برای شما شرح می‌دیم. این صوفی کسی نیست جز شانمت الله ولی. شاه نعمت الله ولی عارف و شاعر دوره تیموری بود که سلسله نعمت اللهی رو تأسیس کرد. این سلسله از قرن 8 تا کنون طرفداران خاصی در کشورهای مختلف داره. شاه نعمت الله ولی عارفی غزرسرا بود که از زبان شعر برای بیان مفاهیم عارفانه استفاده می کرد. شاه نعمت الله ولی علاوه بر تأثیر در زمینه تصوف و عرفان، به طور عملی به عبادت و ریاضت مشغول بود. وی طریقه جدیدی در تصوف ایجاد کرد و آن را به نام خود نعمت اللهی نام نهاد که بعدها به هند انتقال پیدا کرد. با گذشت زمان و روی کار آمدن سلسله قاجار، این فرقه از هند به ایران بازگشت. پیشگویی های شاه نعمت الله ولی از جمله مباحثیه که علاوه بر این که بین مفسران اشعار و اندیشه های او محل مناقشه است، در بین مردم و عامه نیز بازتاب های زیادی داشته. قصیده های زیادی منسوب به شاه نعمت الله ولی وجود داره که در اون آینده ایران و برخی حوادث تاریخی تا آخر زمان رو پیش بینی کرده. برخی برای تفسیر این قصیده ها حوادث دوره صفوی و سلسله های تاریخی از آن زمان تا کنون رو با توجه به این اشعار مطابقت سنجی می کنند. ما در این ویدیو پیشبینی های شاه نعمت الله ولی در مورد آینده ایران که احتمال داره در سال 2023 به واقعیت بپیونده رو برای شما شرح میدیم. قدرت کردگار میبینم، حالت روزگار میبینم، حکم امسال صورت دگر است، نه چو پیرار و پار میبینم. از نجوم این سخن نمیگویم، بلکه از کردگار میبینم. گرد آینه ضمیر جهان، گرد و زنگ و غبار میبینم. همه را حال میشود دگر، گر یکی در هزار میبینم. ظلمت ظلم ظالمان یار، غصه درد یار میبینم. قصه بس غریب میشنوم، بی حد و بی شمار میبینم. غارت و قتل و لشکر بسیار، در میان و کنار میبینم. بنده را خواجه وحش همی یابم، خواجه را بندوار میبینم. بس فرو مایگان بی حاصل، عامل و خواندگار میبینم. هر که او پار یار بود امسال، خاطرش زیر بار میبینم. مذهب و دین ضعیف میابم، مبتدع افتخار میبینم. سکه نو زنن بر رخ زر، در همش کم عیار میبینم. دوستان عزیز هر قومی، گشت غمخوار و خار میبینم. هر یک از حاکمان هفت اقلیم، دیگری را دوچار میبینم. تاجر از دست دزد بی همراه، مانده در رهگذار میبینم. مکر و تزویر و حیله در هر جا، از صغار و کبار میبینم. گرچه میبینم این همه غمها، شادی غمسار میبینم. غم مخور زان که من در این تشویش، خرمی وصل یار میبینم. بعد امسال و چند سال دیگر، عالمی چون نگار میبینم. چون زمستان پنجمین بگذشت، ششمش خوش بهار میبینم. پادشاهی تمام دانایی، سروری با وقار میبینم. بندگان جناب حضرت او، سر به سر تاجدار میبینم. اما این قصیده های شاه نعمت الله ولی را چگونه میتوان به آینده ایران و جهان ربط داد؟ در دو بیت اول این قصاید عباراتی به مانند قدرت کردگار میبینم و حکم امسال صورت دگر است را میبینیم که به نوعی اشاره به وقوع حوادث مهمی که بنابر تفکر صوفیسم ارتباط با عدل الهی دارد میکند. در همین قصیده ها شاه نعمت الله ولی به صراحت بیان میکند که این قدرت را دارد که آینده را هم ببیند. در نظریه های مکتب های صوفیسم که تفکر نعمت اللهی هم جزی از اونها محسوب میشه، تمام قضا و قدر جهان و عالم هستی رو مرتبط با عدل و مساوات پروردگار میشمارند. در ادامه این قصیده ها مصرع‌هایی همچون از نجوم این سخن نمیگویم، بلکه کردگار میبینم وجود دارد، که این قصیده به این معنی مرتبط میشه که حوادثی در شرف وقوعه که ربطی به نجوم و حرکت ستارگان که سمبولی از خرافه پرستی است نداره و تمام این حوادث سرنوشت ساز که در آینده نزدیک به وقوع میپیونده در تضاد با خرافه پرستی و در راستای اراده خداوند است. همچنین در ادامه این مصرع که گرد آینه ضمیر جهان، گرد و زنگ و غبار میبینم ظاهر میشه.
این مصرع نیز وضعیت قبل از به پیروزی رسیدن حق بر باطل رو در آینده توصیف میکنه، جایی که با به کار بردن عباراتی به مانند زنگ، گرد و غبار، شاه نعمت الله ولی در شعر سعی میکنه حالت خفقانبار لحظات قبل از تغییر بزرگ رو توصیف بکنه. همچنین عده دیگر باور دارند این کلمات رو میشه به خوشسالی و بخار آب در سرزمین های جهان به خصوص فلات ایران نیز ربط داد. در ادامه اما باز هم در قصیده ای توصیف حال آینده اسفبار ایران وجود داره، جایی که عبارت ظلمت ظلم ظالمان یار غصه در دیار میبینم وجود داره. در این عبارت هم به راحتی میشه معنایی همچون ظلم های بیرپایان ستمگران و افزایش یافتن بی‌نهایت غم و غصه در جوامع انسانی رو یافت. غارت و قتل و لشکر بسیار در میان و کنار میبینم. شاید این بیت واضح ترین بیت از میان قصیده های شاه نعمت الله ولی باشه که بشه اون رو با وضعیت حال حاضر ایران و جهان مقایسه کرد. وضعیتی که تا به الان هم هنوز ادامه داره و هیچ زمان دقیقی هم برای پایان اون نمیتوان متصور شد. همچنین در این ابیات عبارتی هم در مورد وضعیت دین در جوامع جهانی به خصوص جامعه ایرانی در زمان حال وجود داره. مذهب و دین را ضعیف می‌بینم. این عبارت رو هم میشه یکی از نقاط عطف در جامعه ایرانی در چند سال اخیر دونست، جایی که اکثریت جامعه بنابر آمارگیری‌های مستقل و دولتی دیگر به مانند گذشته مذهبی نیستند و به باور بسیاری از صاحب نظران چه دولتی و چه مستقل، قدرت نهاد مذهب در جامعه عوام ایرانی هر روز کمتر و کمتر میشه. اما نکته جالب در این شعرها اینه که اونها حتی اشاره‌ای به وضعیت اقتصادی حال حاضر ایران که با انواع و اقسام مشکلات مواجه هستن میکنند. سکه نو زنند بر رخ او، در همش کم عیار میبینم. این بیت هم نشان دهنده کم شدن عیار و زرهایی است که در زمان حال حاضر ما اونها رو به اسمهایی بمانند پول و اعتبارات و غیره میشناسیم و این مشکلات اقتصادی هم در ایران حال حاضر هر روز به سمت بدتر شدن میره، تا جایی که همکنون ایران داره بی‌ارزش‌ترین پول رایج در بین تمام کشورهای دنیا است. اما با وجود اشارات بی اندازه به وضعیت بغرنج ایران در شعرهای نعمت الله ولی، در قصائد او میتوان نشانه هایی هم که امید به آینده خوب برای ایران و جهان در آنها وجود داره یافت. گرچه میبینم این همه غم، شادی غمسار میبینم. غم مخور زان که من در این تشویش خرمی وصل یار میبینم. بعد از امسال و چند سال دیگر عالمی چون نگار میبینم. چون زمستان پنجمی بگذشت ششمش خوش بهار میبینم. شاید مهمترین بیت که در ابیات امیدوار کننده وجود داره بیت آخری باشه که شاه نعمت الله ولی در اون اشاره به ششمین سال از زمستان سخت میکنه، زمستانی که به راحتی میشه اون رو با یکی از حوادث مهم چند سال اخیر ایران مشابه سازی کرد، جایی که بعقیده شاه نعمت الله ولی در ششمین سال از اون حادثه بالاخره عدل و مساوات در سرزمین ایران و جهان حکم فرما میشه. اما این ششمین بهار دقیقاً در چه زمانی در آینده ایران اتفاق میفته؟ همچنین ابیات دیگری وجود داره که در اونها جنگ و آشوب در ایران و جهان پیش بینی شده. جنگ و فتنه و آشوب از یمین و یسار میبینم. بنده را خواجه وش یابم، خواجه را بنده وار بینم. در این بیت ها اشاره ساده میشه که قبل از آمدن روشنایی در قسمت شرق و غرب ایران جنگ ها و آشوب های زیادی به وجود میاد و در این دورانه که تمام قسمت های مهم جهان جای افراد فهیم و نادان عوض میشه و این نادانان و مکاران خواهند بود که قدرت رو در جهان به دست میگیرن و انسان های درست و فهیم و درستکار حتی در سیر کردن شکم خود به مشکل برمیخورند. شاید گفتن این نکته خالی از لطف نباشه که از دید صوفیان پیشگویی به معنای نوعی وحی میباشه که اونا اعتقاد دارند که هر فرد صوفی در مراحلی که برای رسیدن به لقب انسان کامل طی میکنه با اون روبرو میشه و تصاویر و مدارکی رو همچون وحی از آینده میبینه.